شما به این ویدیو بچه ها. داخل این ویدیو میخوایم راجع به آپدیت جدید بدوار صحبت بکنیم که جدیدن بدوار همین دو روز پیش آوردتش و خلاصه اگر نمیدونستید آبیسل یه دونه آپدیت داده که هر موقع میرید داخل گیم، الان بذاری ما بریم داخل یه دونه گیمی، هر موقع میرید داخل گیم داخل کیو هاتون شما یوزر نیمایی رو میبینید که در واقع اینطورین و دیگه نمیتونید ببینید کیا داخل گیمتونن و خلاصه کیو رو داج بکنید و برید بیرون. امروز قرار راجع به این داستان صحبت بکنیم که چرا هایپیسل همچین کاری کرده و واقعا هدفش از این قضیه چیه و آیا این آپدیت خوبیه یا آپدیت بدیه. قرار کلا راجع به این قضیه صحبت بکنیم و نظر خودم قرار راجع به این آپدیت بدم. اول از همه که من حقیقتش با این آپدیت 50% مخالفم و 50% موافقم. چرا حالا اینطور فکر میکنم؟ چون که از نظر من این آپدیت هم برای اینکه اسنایپرها بیان کیو هات رو نگاه بکنن که ببینن آیا اون کسی که میخواستن اسنایپ بکنن هست یا نه آپدیت خوبیه، ولی خب مثلا برای ما هم بده، چون که ممکنه با اکسیدنت یه دفعه یه دونه چیتر بیفته داخل گیم و ما بدونیم اون یارو چیتره و خلاصه نتونیم اون گیم رو داش بدیم و مجبور میشیم کل گیم رو پلی بدیم و این یه چیز خیلی بدیه برای هم سوئتیا و هم اسنایپرها. حالا من اسنایپرها رو ازشون حمایت نمیکنم، ولی خب خیلی از اسنایپرها هستن که چی تو اینا هم میزنن و کلا کارشون اینه که استریمرها و اینا رو اذیت بکنن. برای مثال من همین چند روز پیش قبل اینکه آپدیت اومد همین دو ساعت پیش استریم بودم و داشتم وینستریک گرایند میکردم. برای وینستریک 147م اسنایپ شدم و متاسفانه وینستریکامو به خاطر یه چند تا چیتر از دست دادم. حقیقتش رو هم بگم این آپدیت نتونست کاری برای من انجام بده و با وجود همچین آپدیتی بازم چیترها میومدن داخل گیمم، اسنایپرها میومدن داخل گیمم و خلاصه این آپدیت زیاد برای من جالب نبود به شخصه و خلاصه نمیتونم اینجا پلیس کنم. اوکی. آره و خلاصه این آپدیت برای من زیاد جالب نبود، چون که در واقع مشکلمو کامل برطرف نکرد، یکم کم رنگ ترش کرد ولی خوبش هم نکرد، چون که اگر من یه دونه ترکر داشتم مثل قدیم دیگه میتونستم ببینم کیوهام چطوریه و چه وضعی و اینا و راحت پلی بدم و وینستریکمو ادامه بدم، چون که هدفم داشتم حقیقتا 200 وینستریک بگیرم، ولی خب دیگه با این آپدیت impossible گرفتنش. همچنین اینم بگم این آپدیت یکی از بنفیت ها و آپشن هایی که MVP پلاس پلاس داره رو میگیره. چرا؟ چون که معمولا کسانی که بدراس بری میدن به خاطر این میان رنگ MVP پلاس پلاس رو میخرن که بیان نیک بکنن که اسنایپ نشن. وقتی که این آپدیت میاد دیگه خب تو نمیدونی کیو هات کیان و اینا، نمیتونی داج بدی و خلاصه این برای خودت یکم سخت میشه که یه دونه کیو خوب پیدا بکنی. الان مثلا من نمیدونم کیا داخل گیمم هستن، ولی خب سعی میکنم پلیش بدم. اولی شد طرف خیلی لگیه، منم لگیم، بس مهم نیست، فیر آرایت بای بای. و آره اگر از من میپرسین آپدیت واقعا آپدیت فیری نیست و میتونه هایپیسل بهتر عمل بکنه برای اینکه بخواد این آپدیت رو فیکس بده. برای مثال ما خود کامیونیتی بدوارز نزدیک فکر کنم به 4 سالی هستش که درخواست داره از هایپیسل که آنتی چیتش رو بهتر بکنه. برای مثال اون آپدیت پچ ریچی که این چند ماه پیش انجام داده بود واقعا کمکی کرد به کلان کامیونیتی بدوارز، ولی خب این آپدیتی که اومده هم خوبه هم بده. میشه گفت به بیشتر برای پلیر رایی که تازه اومدن داخل گیم و اینا آپدیت فوق‌العاده‌ایه، ولی خب برای کسانی که مثلا استس گرایند میکنن و وینستری گرایند میکنن که کسانی که داخل ترکر اسنایپر اومدن، در واقع هر گیمشون حداقل چندین اسنایپر و اینا میاد، برای مثال من خودم استریم میکنم و اینا هزاران نفر میان به امید اینکه فقط منو اسنایپ بکنن و خلاص گیممو خراب بکنن و آره این از نظرم آپدیت درستی نبود که هایپیسل انجام بده. آره و از نظرم میتونست بیشتر روی آنتی چیت تمرکز بکنه هایپیسل و خلاصه یه آنتی چیت بهتر تحویل بدواس پلیر رو بده که حداقل چیترها کم بشه، چون که واقعا هیچ مشکلی کیو ها نداشت. ما خودمون میتونستیم حالا هر کسی که راضی نبودیم داج بدیم. واقعا هم نمیدونم هایپیسل برای چی از داجینگ بدش میاد، ولی خب I guess that makes sense for point. اگر هم نمیدونید که معنی فوق دیپلمی داجینگ و اینا چیه و اصلا خبر ندارید قضیه به چیه، بچا کیو کردن به این معنیه که شما میرید داخل یه دونه گیم و منتظر میمونید اون گیمتون پر بشه که بتونید پلی بدید
اسپایوال. آره کیو کردن به این معنیه که شما میرید داخل همون ویتینگ لابی که اون بالاست، اونجا صبر میکنید که گیمتون پر بشه و موقعی که پر شد میرید داخل گیم، و داجینگ به این معنیه که شما منصرف شدید داخل اون گیم بمونید و خلاصه لیو میدید قبل اینکه استارت بخوره بازیتون، و این به معنی داجینگ هستش. حالا نمیدونم واقعا هایبیس با این چه مشکلی داشته، جدی اگر میدونید داخل کامنت ها برام بنویسید، خوشحالم میکنه. قضیه بعدی هم که برای من کانتنت کریتور هست، من خودم به شخص از این آپدیت اصلا خوشم نیومد. چرا؟ چون که من همین امروز که داشتم ریکورد میکردم، نمیدونم یه نفر، حالا یکم دیگه چتشو بهتون نشون میدم، یه نفر بوده اینجاها، آها اینا مستر چیپس لیتلی ایرانی اومده بود داخل گیم من داشت اسنایپ هم میکرد و همینطور اومده بود به من راش داده بود، و از نظر من این آپدیتی نیست برای کانتنت کریتور و اون یوتیوبرایی که معمولا بیشتر دارن فعالیت میکنن داخل های پیکسل، ولی خب یکم کم رنگ ترش کرد درست، ولی خب همونطور که گفتم اگر مثلا میخواستن برای کیو داجینگ همچین آپدیتی بیارن این روش و رسمش نبود، ولی خب بازم اوکیه. رد داره امرال چرم میکنه، من میرم میزنمش. او واو واو او شد فایبال بزن، او شد با فایبالش بجو جواب داد، خیلی ایچ بگرفت. خیلی داره جون میکنه، یکی فکر کنم میمیره. کامیر اوکی آره طرف 10 کا بد داره. او مای گاد 0 اچ پی بود. اوکی آره و 16 کا فاینال داره. ثانک یو آی پیکسل. آره نظر شخصیتون رو حتما داخل کامنت برام بنویسید راجع به این آپدیت آی پیکسل، چون که واقعا از نظر من آپدیت درستی نیست و میتونست بهتر عمل بکنه، ولی خب زیادم بدم نیست از نظر خودم. چرا؟ چون که آره یکم کم رنگ تر کرده اسنایپینگ، مثلا اون کسانی که فقط به امید اینن که بیان مثلا استریم اسنایپ بکنن، آره اونا رو درست کرده درست، ولی خب مثلا برای اون کسانی که ترکر اسنایپینگ دارن، ترکر پرایوت اسنایپینگ دارن و کلن چیت میزنن و اینا، فردا میرن یه دونه پچ درست میکنن که کلن بیان اسنایپ بکنن پرو پلیرا رو، و خلاصه این چیز خیلی بدی میشه، وحشتناکی میشه برای بدورس پلیرا کلن، و واقعا نمیدونم. برای نظرتون رو خیلی برام محترمه بشنوم، و خلاصه خیلی دوست دارم بدونم نظر شما چیه، و میخوام از نظر جمعی خودم یه تصمیمی بگیرم ببینم چطوری میشه واقعا این آپدیت و کلا چه بلایی قرار سر کامیونیتی بدورز آی پیکسل بیاد، چون که حقیقتش من چیزای بدی دارم از الان تصور میکنم، مگر اینکه فردا پس فردا یه آپدیت یه سورپرایز بیارن بگن آره مثلا ما اومدیم فلان چیز درست کردیم و این کارو کردیم و فلان بهمون کارو کردیم. راستی هم الان هم دارم این ویدیو رو میگیرم، اون موس قبلیم گلوریوس در فنا رفته و الان دارم با بلادی پلی میدم، کلن سوخته و که من باید وایت کنم، ولی اون موس گلوریوس هم کامل سوخته و دیگه غیر قابل استفاده است، و خلاصه تو فکر خرید یه دونه موس جدیدم و گلوریوس نیست. آره اصلا گلوریوس نیست و قرار یه دونه موس جدید باشه که هیچ وقت ندیدید، و اون فکر کنم بهترین موس ماینکرافت داخل سال جدیده که قرار خیلی زود بگیرمش و ریویوشو داخل کانال درست بکنم، پس آره حتما منتظرش باشید. ولی خب این موس بلادی هم زیادم بد نیست، یعنی که من میتونم باش بازی بکنم، ولی به اون خوبی که میخوام نیست. اوشت طرف خیلی لگه. اوکی کم کم داریم از بحث دور میشیم، پس مرسی که این ویدیو رو نگاه کردین. اگه از ویدیو خوشتون اومد ویدیو رو لایک کنین، چنل رو ساب کنین، یه کامنت هم بذارین که خیلی خوشحال میشه. سوشال مدیاهای دیگه اش هم توی دیسکریپشن هست. سرور ماینکرافت خواستین لونا ام سی، خریدی چیزی داشتین نایرو شاپ. دم همتون گرم که ویدیو رو تا آخر نگاه کردین و خدا نگهدار.